26 آبان 1392 خدمت شما عزیزان تقدیم می کنیم امیدواریم که همچنان گذشته با ما باشید و در حال ما خبرها رو و بحثایی که در رابطه با مون هست چه اینجا چه در آمریکا خدمت شما عزیزان تقدیم می کنیم بخش اول برنامه میپردازیم به فیلم هیس که در همین محل در ریسمونتیل داره نمایش داده میشه مال خانم پوران درخشنده بعدش خدمتتون عرض کنم که در رابطه با یک مصاحبه داشتیم با جری دایس رهبر یونیفور بزرگترین اتحادیه کارگری جهان یه بخشش رو بخش می‌کنیم برای امروز بعدش در رابطه با تظاهرات در آمریکا و اعتراضات گسترده آمریکایی‌ها به خاطر شنودهای غیرقانونی که دولت آقای اوباما انجام میده و در پایان برنامه که البته کنم بیشتر از 30 دقیقه خواهد بود با شما عزیزان در میون خواهیم گذاشت که ریخت و مالی و فساد مالی که اخیرا در سنای کانادا اتفاق افتاده و اینکه آیا اصلا سنا این نهاد غیر دموکراتیک باید منحل شه یا نشه البته خیلی از ایرانی ها براشون زیاد واقعا مهم نیست کانادا چه اتفاقی میفته تا تو آمریکا ولی در حال دوست داریم که نظرات شما عزیزان رو داشته باشیم خدمت شما کنم قبل از اینکه وارد بحث چیز یک شری رو از میرزاده عشقی خونم. خاکم به سر ز قصه به سر خاک اگر کنم خاک وطن که رفت چه خاکی به سر کنم آه کلاه نیست وطن تا که از سرم برداشتن فکر کلاهی دیگر بکنم کلاهی دیگر کنم بله خدمت شما ارز کنم که این هفته حوادث متحولی داره اتفاق میفته در حالت هم از موزه کانادا هم از موزه ایرانی ها در این هفته گذشته قبل از هر چیزی دولت وزارت امور خارجه کانادا و وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی اعلام کردند که عمان کشوری خواهد بود که حافظ منافع جمهوری اسلامی خواهد بود و ایتالیا حافظ منافع کانادا خواهد شد و در حال این یک ستبکی بکی به قول اکلیسیا یعنی یک عقب نشینی برای دولت محافظه‌کار آقای هارپر بود که شمشیر رو از رو علیه جامعه ایرانی و مردم ایران بسته بود در راستای هماهنگی با سیاست های جنگ طلبانه ای آقای ناتینیاهو و یک شکست سختی به خاطر سیاست های جهانی و این تغییراتی که هرچند چند می میتونه ظاهری باشه ولی در حال تغییراتی که در انتخابات شد و جایگزینی احمدی نژاد با روحانی بسیاری از صحنه جهان رو تغییر داد و صحنه سیاسیش رو و به تب جنگ طلب ها فعلا دستشون یک کمی خوشبختانه کوتاه شده البته عوامل ایرانیشون هم که متاسفانه امروز در تورنتو هم مهمونی دارن آقای رضا پهلوی و مادرشون اینجا هستن و یکی از تاریک ترین روزها برای جامعه ایرانیه برای اینکه اگه به عنوان دو نفر انسان ایرانی اومده بودن مشکل نبود ولی موضوعی که اهداف پنهانی دارن و نشون دادن در این سالهایی که چه حکومتشون در ایران بودن علیه حقوق مردم ایران تلاش کردن منابع مردم ایران رو غارت کردن و در کانادا و در سراسر سالهایی که در خارج از کشور بودند هیچ کاری برای جامعه ایرانی نکردن خودشون هم رول مدل های خوبی برای خودشون هم نبودن چه برسه برای خانواده های دیگر ایرانی در حال اینها فکر میکنم به این دلیل به کانادا اومدن و مهمونی 500 دلاریشون امروز هستش به این دلیل که هیچ کسی فقط اسرائیل ناتینیاهو هستش که الان طرفدار جنگ و این تقریبا منزوی هم شده و متاسفانه یک بخشی از محافظهکاران کاران آقای هارپر نیز به اینها کمک میکنن و متاسفانه یک بخشی از خیلی معدودی از جامعه ایرانی آگاهانه و ناگاهانه علیه حقوق جامعه ایرانی تلاش میکنن ببینید در حال سفارت عمان که باز میشه به عنوان حافظ منافع میشه در حال تمام این مسائلی رو که اینها میگفتن یکی از بزرگترین اشتباهاتی که کردن شاید بشه گفت لفظ خیانت خیلی سنگینه ولی یکی از اشتباهات بزرگ سیاسی رو که اینا کردن این بودش که عملا با با محروم کردن بسیاری از ایرانی ها که نیاز داشتن به کنسولگری و نه سفارتخونه عملا اینا رو باعث شدش که بیان توی فعالشون کنن و به نوعی خواهان بازگشایی این کنسولگری شدن که در حقیقت کسایی که تا دیروزش حداقلش اینه که مخالف صد درصد جمهوری اسلامی بودن این بار به دلیلی که خب در حال یک از منافع خودشون به خطر افتاده بود در حال مشکلات براشون ایجاد شده بود و خیلیشون هم در حال سیاسی های جدی نیستند در کنار به حال خواستار شدن که این مسائل باز و فشاری هم به دولت کانادا آوردن و حالا ما یک سوال داریم حالا مثلا زدن اونجا سفارت عمان دیگه مثلا جاسوسی نمیشه ای بشه هرچند دنیای تکنولوژی دیگه گذشته و اتفاقا این حوادثی که در آقای اسنودن منتشرش کرد نشون نشون میده که برای اونهایی که یا نمیخوان بپذیرن یا خیلی شوتن جدی میگم لفظ شوت شاید درست نباشه پشت دوربین دوربین و تریبون زنده بگی ولی دیگه دورانی که یکی بره نمیدونم بالای دیوار قایم شه گذشته و این هواپیماهای بدون سرنشین تمام جاهای دنیا رو کنترل میکنن همین امروز گفتند که در چند روز پیش بود گفتن که آمریکایی‌ها حتی تلفن دستی خانم مرکل رو انکلال مرکل و 35 تا کشور دیگه جهان رو که متحدین آمریکا هم بودن کنترل میکنن همه دولت ها همین کارو میکنن کما که کانادایی ها مال برزیلیا رو میکردن در تو با ماینینگ و اینا و در حال دیگه جنگ جاسوسی دیگه جنگ اینجوری نیستش که یارو بره بالا پشت بون در پشت اون وایس فیلم های قدیمی بودش مال 30 سال پیشه دیگه در حال انقدر تکنولوژی زیاد شده که دیگه همه الان حتی فرودگاه دارن سافرایی میذارن که صداهای افراد رو هم همونجا مشخص میکنه بعدم نیست بدونید که یه افسر پلیس نروژی میگفت این صداها رو شما کافیه صدای شما رو داشته باشن از هر جای دنیا فقط کافی روی سلفون صحبت بکنید صداتون رو میتونن پیکاپ کنن که از کجا چیز شده و آنالایز کنن که از کجا در اومده در حال این کنسولگری باز میشه و یک سوالی که از آقای هارپر و آقای جانبرت هست خب چرا اصلا بستین چون ما از موزه کانادا داریم حرف میزنیم خب آقا باید, باید توضیح بدین به کانادایی ها که چرا بستینش اتفاقا روز سه شنبه آقای کن تایلور کن تایلور سفیر کانادایی در تهران در دوران 1979 سفیر آقای مارونی در تهران ایشون سفیر محافظه کاره بود میگفتش که فیلم آورمن این تهران رو ساخته بودن مرد ما در تهران که یک پاسخ کانادایی بود به به فیلم واقعا تخیلی و غیر تاریخی و هالیوودی آقای بنفلاک در رابطه با آرگو و تو اونجا یک عدد 500 نفر اومده بودن همون بیشترشون هم خود کانادایی‌های سفید بودن یعنی فکر کنم سه چهار تا شاید غیر سفید دیدم من ایرانی هم نمیدونم یکی دو تا فکر نمی‌کنم بیشتر بودن به حال آقای تایلور میگفت یکی ازش پرسید که آیا کانادا نفوذ داره توی ایران گفت ببین ما وقتی که از چیز اومدیم بیرون سایروس فنس که اعلام کرد شد مجبور شدیم ما سفارت ترک کنیم تمام دستگاه رو خورد کنیم و همون همون اصلش از ایران خارج بشیم چون سایروس فنس اومد از ما تشکر کرد دیگه جای دیگه چاره نداشتیم موقت سفارت رو بستیم ولی سفارت کانادا تو ایران هشت سال طول کشید تا باز شد و این بارم الان یک سال نیمه که سفارت بسته شده آیا شما فکر میکنید میشه گفتگویی داشتش اصلا و در حال گفتش که عربستان سعودی و اسرائیل نگرانن و مخالف این هر گونه گفتگو هستند و کانادا هم هیچ نقشی در این گفتگوها نداره و نمیتونه داشته باشه در حال توی سیاست این پارامترها که میذارید به هم دیگه اتحاد نچندان تمیز و شاید نامقدس ناتینیاهو برخی از ایرانی هایی که اینجا هستن من فعلا اسم نمیدونم خودتون میدونید و جناه هارپر جان برد مکی نازنین افشین جم اینها عملا جناه جنگ طلبی هستند که علیه صلح هستند و میخوان این کار رو این صلح رو به زیر سوال ببرن این به مفهوم این نیست که جمهوری اسلامی صلح طلبه ولی ببینید موضوع اینه که همون شعری که مال فرخ مال عشقی رو خوندم موضوع موضوع خاک ایران موضوع ایرانه مثل سوریه نباید بشه اول ایران باید بمونه بعدا این مردم ایران هستن که همون جوری که تو طول تاریخ نشون دادن که طول میکشه ولی میدونن دارن چی کار میکنن سخت می... سخت بهشون میگذره ولی در حال در اون مقاطعی که فکر نمیکردن خودشون سیستم رو تحصیم کنن کن تایلور اتفاقا تو فیلمی که بود نشون میداد فیلم خوبی است اتفاقا اگر گذاشتن حتما برید ببینید واقعیت های تاریخی ایران رو نشون میده میگه هیچ کس با یکی از با یک از سی که توی گروگان ها بوده تو سفارت بوده صحبت میکنه یکی از این فیلم مستنده همه اونایی که شش تا گروگان ها بوده شش تا آمریکایی ها بودن به اضافه همین گریسی خود کن تایلور و اینا دست اول دیگه میگن و دو تا از سی هم که یکشون تو تهران بوده یکی دیگه هم تونی مندنز اونجا رفته بود و این کار رو انجام داده بود میگن ولی میگه میگه که هیچ کس فکر نمیکرد که شاه تا 25 سال دیگه تکون بخوره گریسی کم میگم میگم مثلا آقا با بهترین پیشرفت و تجهیزات نظامی کیش کی فکر میکرد که مثلا چهار تا مثلا روحانی و آخوند و اینا با هیچ هم این نداشتن بتونن اینا رو تکون بدن در حال حوادث کشورهای عربی حوادث همه جا و همین خود حوادث کانادا البته اگه تاریخش رو بخونه نشون میده که مردم در شرایطی در مواقع کمه فکر میکنن مردم نمیفهمن یا نمیان در اون شرایط اتفاقا خیلی هم نسبت به منافع ملیشون و حقوقشون موضع میگیرن و اونهایی که نمیفهمند موقعش که بشه میفهمن در آخر خدمت شما کنم که مال آقای آبرمن این تهران هم باشه بعد از 22 از 4 اکتبر فیلم هیس خود